سلام به دوستان همیشگی فارسی نت. خیلی ممنون که در این ویدیو هم ما را همراهی میکنید. در این ویدیو میخواییم در مورد درمانهای خانگی جوش صورت و آکنه صحبت کنیم. پس همراه ما باشید. هنگامی که صحبت از مشکلات پوستی می شود، شاید یکی از خجالت آورترین آنها جوش باشد که اکثر افراد در یک دوره ای از زندگی خود با آن مواجه بودند. آکنه که به عنوان زیتس نیز شناخته می شود، در همه قسمت های بدن ظاهر می شود. طبق مطالعات انجام شده، حدود 80% از نوجوانان، 3% مردان بزرگسال و 12% زنان بزرگسال را در طول زندگی تحت تاثیر قرار می دهد. حالا ما میخواییم در این ویدیو در مورد درمانهای خانگی بهتون بگیم که هرچی زودتر از شر این جوشها آکنه خلاص شوید. 1. سرکه سیب. پس از تمیز کردن صورت خود از یک حوله برای خشک کردن آن استفاده کنید. سپس سرکه سیب را با مقدار 1:3 با آب ترکیب کنید و یک تکه پنبه را درون مخروط بخیسانید و سپس روی قسمت‌های آسیب دیده ی پوست خود اعمال کنید و بعد از 10 تا 15 دقیقه شستشو دهید. بعد از تونر مناسب پوست خود استفاده کنید. این درمان را 2-3 بار در روز تکرار کنید. 2. دارچین و عسل. 1 قاشق چایخوری پودر دارچین و 2 قاشق غذاخوری عسل را با یکدیگر ترکیب کنید و به خوبی به هم بزنید. سپس آن را روی صورت خود اعمال کنید و بعد از 15 دقیقه با آب شستشو دهید و با حوله نرم روی پوست خود بکشید تا خشک شود. این درمان را به صورت روتین 2-3 بار در هفته تکرار کنید. 3. تکه های یخ. 1 عدد یخ را درون حوله بپیچید و آن را روی قسمت‌های آسیب دیده پوست خود برای چند ثانیه اعمال کنید. بعد از چند دقیقه آن را رها کنید. نکته: توجه داشته باشید که باید یخ را در چندین بار در روز روی صورت خود قرار دهید تا بهترین نتایج را به دست آورید. 4. خمیر دندان. با استفاده از 1 تکه پنبه 1 لایه خمیر دندان را روی قسمت‌های آسیب دیده پوستتان اعمال کنید و بعد از 30 دقیقه با آب بشویید. این درمان را 2-3 بار در روز تکرار کنید. 5. فقط عسل. خواص ضد عفونی کننده آن شناخته شده است و به سرعت می تواند میکروب های بدن را از بین ببرد. فقط با استفاده از 1 تکه پنبه عسل را به مناطق آسیب دیده پوست خود اعمال کنید و بعد از 20 دقیقه با آب گرم بشویید. 6. روغن درخت چای. شما می توانید روغن درخت چای را با روغن نارگیل به خوبی ترکیب کنید و آن را روی صورت، بینی و چانه خود اعمال کنید و بعد از 20-30 دقیقه با آب شستشو دهید. به عنوان یک جایگزین همچنین می توانید ژل آلوورا را به جای روغن نارگیل استفاده کنید و یک ماسک تهیه کنید. 1 قاشق غذاخوری ژل آلوورا را با چند قطره روغن درخت چای ترکیب کنید و سپس آن را روی جوش‌های صورت خود بمالید و بعد از 20 دقیقه با آب شستشو دهید. اخلال از اعمال روغن درخت چای روی پوست‌های حساس اجتناب کنید. 7. آب لیمو. روش اول، فقط آب لیمو. پس از تمیز کردن پوست خود با آب و پاک کننده های ملایم، لیموی تازه را نصف کنید و آب آن را درون یک کاسه بریزید. با استفاده از 1 تکه پنبه آغشته به آب لیمو روی پوست خود اعمال کنید و بعد از 10-15 دقیقه با آب سر شستشو دهید. روش دوم، آب لیمو گلاب. گلاب دارای ویژگی‌های ضد باکتری است و به عنوان یک تونر پوستی عمل می‌کند که به این تواند خاصیت اسیدی آب لیمو را خنثا کند. پوست خود را با آب و پاک کننده ملایم تمیز کنید و با استفاده از یک حوله نرم خشک کنید. آب لیمو و گلاب را به نسبت 1:1 مخلوط کنید و مخلوط را با استفاده از 1 تکه پنبه روی ناحیه آسیب دیده پوست خود اعمال کنید و بعد از 15-20 دقیقه با آب سرد شستشو دهید. برای خشک کردن از حوله نرم استفاده کنید. 8. ماسک گوجه فرنگی. روش اول، فقط گوجه فرنگی. 1 عدد گوجه فرنگی را رنده کنید و آن را روی پوستتان اعمال کنید و بعد از 15 دقیقه با آب سر شستشو دهید و بعد 1 تمیز کننده ملایم و پد نرم را روی صورتتان بکشید تا تمیز و خشک شود. این درمان را هر روز تکرار کنید. روش دوم، گوجه فرنگی، آب لیمو و جوی دو سر. جوی دو سر به سمزدایی پوست کمک می کند و مواد سمی که باعث آکنه می شوند را از بین می برد. آب لیمو نیز ضد باکتری است. نصف فنجان جوی دو سر را درون مخروط کن بریزید. 1 قاشق غذاخوری آب لیمو و گوجه فرنگی را به آن اضافه کنید.
سپس ماسک تهیه شده را روی پوست تمیز خود اعمال کنید و بعد از 20 دقیقه با آب گرم شستشو دهید و خشک کنید. هر روز این روال را تکرار کنید. 9. بخور. یک ظرف بزرگ را پر از آب داغ کنید و یک حوله روی سر خود بیاندازید و از بخور آن اسمشمام کنید. بعد از چند دقیقه پوستتان را با آب ولرم شستشو دهید. بعد از خشک شدن مقداری مرطوب کننده یا روغن درمانی روی پوست خود اعمال کنید. 10. سیر. مقداری سیر را پوست بکنید و رنده کنید و آن را نصف فنجان آب گرم اضافه کنید. مخروط را با استفاده از یک تکه پنبه روی پوستتان اعمال کنید و سپس با آب شستشو دهید و با یک تمیز کننده ملایم صورتتان را پاک کنید. ممکن است بعد از استفاده از سیر دچار التهاب پوستی شوید. اگر پوستی حساس دارید بهتر است در این شرایط از آن اجتناب کنید. 11. جوش شیرین. روش اول، دو قاشق غذاخوری جوش شیرین را با آب ترکیب کنید و بعد از شستن صورت و پاک کردن آن با یک پنبه تمیز روی پوست خود اعمال کنید. بعد از 15 دقیقه با آب شستشو دهید و بعد از آن از مرطوب کننده استفاده کنید. روش دوم، جوش شیرین و آب لیمو. آب لیمو همینطور که قبلا گفتیم باعث می شود خیلی سریع از شر جوش ها خلاص شوید و میزان تولید روغن از منافذ را کنترل می کنند. بنابراین باکتری ها را می کشد و باعث کاهش قرمزی پوست می شود. برای تهیه این ماسک جوش شیرین و آب لیمو را به نسبت 2:2 با یکدیگر ترکیب کنید و سپس آن را روی پوست صورت خود اعمال کنید و بعد از 15 دقیقه آن را بشویید و از نرم کننده استفاده کنید. روش سوم، جوش شیرین و روغن نارگیل. روغن نارگیل هم می تواند ترشح بیش از حد پوست را از بین ببرد. در یک ظرف مقداری روغن نارگیل و جوش شیرین را با یکدیگر ترکیب کنید و سپس با استفاده از یک پنبه روی پوست خود اعمال کنید و به آرامی ماساژ دهید و بعد از چند دقیقه با آب ولرم شستشو دهید. 12. پاپایا. آب مقداری پاپایا را بگیرید و آن را مستقیم روی پوست خود اعمال کنید. بعد از 15 دقیقه بشویید یا برای سمزدایی می توانید مقداری عسل را به آن اضافه کنید و آن را روی پوست خود بگذارید و با آب بشویید و اجازه دهید تا خشک شود. 13. خیار. خیار نه تنها یک منبع غنی ویتامین A، C و E و پتاسیم است، بلکه می تواند باعث نرمی و خنک شدن پوست شود. 1 تا 2 خیار تازه را خورد کنید، سپس آن را روی پوست خود اعمال کنید و بعد از گذشت 1 ساعت با آب ولرم شستشو دهید. یا می توانید 1 عدد خیار را رنده کنید و آن را روی پوست خود اعمال کنید و بعد از 15 دقیقه با آب گرم شستشو دهید. این کار به از بین بردن باکتری و کثیفی ها کمک می کند. 14. نعنا. نعنا یک راه حل مفید برای بسته شدن منافذ پوست و کاهش روغن است. فقط کافی است تا به سادگی 2 قاشق غذاخوری نعنای تازه را به خوبی خورد کنید و با همان مقدار ماست ترکیب کنید و روی پوست خود اعمال کنید و بعد از 10 دقیقه با آب شستشو دهید. 15. آسپرین. آسپرین حاوی اسید سالیسیلیک است که برای درمان آکنه بسیار مؤثر خواهد بود. استفاده از آسپرین جوش ها را خوش می کند و التهاب را کاهش می دهد. برای این کار می توانید 4 قرص آسپرین را در 2 قاشق غذاخوری آب حل کنید، سپس ماسک را روی پوست آسیب دیده خود اعمال کنید و بعد از 15 تا 20 دقیقه شستشو دهید. 16. بابونه. روش اول، 1 کاسه بزرگ را پر از آب داغ کنید و 4 عدد چای کیسه‌ای بابونه را درون آن بیاندازید. 1 حوله را روی سر خود بیاندازید و از آن استشمام کنید. سپس پوستتان را با استفاده از حوله نرم خشک کنید. این روش را به طور طبیعی کثیفی و سموم و روغن اضافی بدن را از خود دفع می کند. روش دوم، بابونه و عسل. 1 قاشق غذاخوری از بابونه خشک شده و عسل ارگانیک را با 1 قاشق چایخوری، آب لیمو و 1 عدد سفیده تخم مرغ ترکیب کنید. بابونه را درون آب داغ بجوشانید و استفاده کنید. به مدت 20 دقیقه بمالید، سپس تمام عناصر را به آن اضافه کنید و به خوبی هم بزنید. سپس ماسک را روی پوست خود اعمال کنید و بعد از 15 دقیقه با آب سرد بشویید. این درمان را هفته 1 بار تکرار کنید. 17. فندق. 6 قاشق غذاخوری از فندق خرد شده را با 2 قاشق غذاخوری ژل آلوورا ترکیب کنید. سپس 5 تا 15 قطره روغن چای درخت را با اسطوخودوس به آن اضافه کنید. سپس آن را درون 1 بطری اسپری بریزید و روی پوست خود اعمال کنید که باعث بسته شدن منافذ خواهد شد. این درمان را هر روز تکرار کنید.
18. شما هم می توانید ژل آلوبرا را از برگ آن استخراج کنید، روی پوست خود اعمال کنید و هم می توانید برگ آلوبرا را درون آب جوش بریزید و آن را به مدت 15 دقیقه بشویید و سپس حرارت را کم کنید و بگذارید خشک شود. سپس عصاره آن را روی پوست خود اعمال کنید. این درمان را دو بار در روز تکرار کنید. 19. سیب زمینی. سیب زمینی یک درمان طبیعی و مؤثر برای جوش آکنه است. شما می توانید یک تکه سیب زمینی را روی قسمت مورد نظر خود اعمال کنید و بعد از گذشت 15 دقیقه آن را بشویید. 20. توت فرنگی. 3 عدد توت فرنگی له شده را با 2 قاشق غذاخوری عسل ترکیب کنید و یک خمیر غلیظ به دست آورید. سپس آن را روی پوست خود اعمال کنید و بعد از 20 دقیقه با آب گرم بشویید. این درمان را دو بار در هفته تکرار کنید. نکاتی اضافه برای درمان سریع جوش صورت. بالش خود را یک بار در هفته بشویید. قبل از استفاده و امتحان هر یک از روش‌های فوق، دست‌هایتان را به خوبی بشویید، زیرا تماس مستقیم با صورت و بدن شما دارند. این کار به محدود کردن رشد باکتری‌ها کمک می‌کند. حداقل به مدت یک هفته از هر درمان استفاده کنید تا ببینید که چقدر مؤثر خواهد بود. یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید و مطمئن باشید که از غذاهای حاوی آنتی اکسیدان مانند ویتامین A, C, E, آهن و روی استفاده می کنید. توقع ناپدید شدن یک شبه جوش ها را نداشته باشید و کمی صبور و شکیبا باشید. حداقل 8 ساعت در روز بخوابید. استرس و تنش را از خود دور کنید. از مالیدن و لمس کردن آکنه ها اجتناب کنید. موهایتان را دور از صورتتان نگه دارید. آرایش سنگین نکنید. آب زیاد بنوشید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خیلی ممنون که ما را حمایت میکنید. لطفاً ما را سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب را هم بزنید. شب و روزتون خوش.